سرخط خبرها. اعلام بیشترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در ایران از زمان آغاز اپیدمی. روحانی هشدار داده در صورت اوجگیری محدودیت ها برمیگردد. بالا گرفتن انتقادها از رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از نظامیان در کنترل اعتراضها. وزیر دفاع پیشین میگوید ترامپ در پی تفرق افغانی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش شدید فقر در ایران. قدرت خرید مردم از سال 90 1/3 کمتر شده. و آموزش از راه دور با وسایل ابتدایی. راه حل یک نوجوان افغان برای کمک به دانش آموزان بازمانده از کلاس درس. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. ایران امروز بیشترین آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع آن در این کشور را ثبت کرد. 3574 نفر. چند روز است که آمار وزارت بهداشت از مبتلایان جدید روند صعودی دارد و این موجب نگرانی از آمدن موج دوم کرونا شده. رئیس جمهوری ایران هشدار داد اگر شیوع کرونا دوباره اوج بگیرد، دولت ناگزیر خواهد شد محدودیت‌ها را برای مهار آن برقرار کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. موج دوم شیوع کرونا در ایران، خطری که حالا نزدیکتر از قبل به نظر می رسد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و 59 نفر جان باختند. در نتیجه آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 164270 نفر و شمار جانباختگان به 8071 نفر رسیده. این چهارمین روز پیاپی از آغاز ماه جاری است که شمار مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 3000 نفر اعلام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با وزیر بهداشت گفته در صورتی که شیوع کرونا در ایران دوباره اوج بگیرد، دولت ناگزیر به بازگرداندن محدودیت‌ها برای مهار آن خواهد بود و این وضعیت آسیب‌های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. آقای روحانی میگوید در ماه‌های پیش رو ممکن است اقتصاد با کمبود شدید منابع مواجه شود. اینجا در جلسه‌ای که بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نیرو مطرح شد. امسال یک شرایط خاصی ما در زمینه آب و برق داریم، در شرایطی که اگر خدای ناکرده بخواد برق یک شهرستان قطع بشه، بیمارستان دچار مشکل میشه و همچنین در آب نیازمندی ما امسال و مصرف ما بیشتر خواهد بود. ایران از دیروز به خاطر دو مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی تعطیل است. بسیاری از مردم هر سال از این مناسبت‌ها برای مسافرت و تفریح استفاده می‌کنند. مقام‌های رسمی استان‌های شمالی ایران از سفر میلیونی به این استان‌ها خبر دادند. وضعیت در این استان‌ها طی دوران قرنطینه عمومی کمی بهتر شده بود، اما مقامات محلی می‌گویند با تعطیلات ماه جاری و عادی شدن فعالیت اقتصادی و سفرهای فراوان، دوباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان‌ها نگران کننده شده. تنها استان‌های شمالی نیستند که هنوز با کرونا دست به گریبانند. وزارت بهداشت می‌گوید استان خوزستان وضعیت قرمز دارد و قزوین، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی هم در وضعیت هشدار هستند. شواهد نشان می‌دهد که مردم از احتیاط در برابر شیوع بیماری کووید 19 خسته شدند، اما ارقام نشان می‌دهند که ویروس کرونا هنوز در حال پخش شدن است و ممکن است موج دوم بیماری به زودی زندگی بسیاری را تهدید کند. شیدا هوشمندی، BBC. از محمود رضا پورکری، متخصص ویروس شناسی، درباره نگرانی از موج دوم کرونا پرسیدم. ببینید، ما تقریبا همین روز و همین ساعت همه کشورهای دنیا که بخواستن ویروس رو بگیرن تا الان گرفتن و تقریبا همه پیک اولش رو رد کردن. معمولا بعد از پیک اول اپیدمی بیماری‌های تنفسی ما یک دوره‌ای رو داریم به نام دوران گذار یا ترانزیشن.
در این حالت پیک اپیدمی اصلا شدید نیستش، به صورت بالش یا دست‌انداز هستش و بعد از اون با توجه به آموزش‌هایی که مردم دیدن، با توجه به مراقبت‌هایی که می‌کنن، ما می‌تونیم بگیم که در چه حالتی خواهیم بود. متأسفانه در ایران این حالت از حالت ترانزیشن خارج شده و ما دوباره داریم صعود می‌کنیم به فاز دوم اپیدمی. ببینید، ما بدترین روزهای سال رو اوایل فروردین ماه داشتیم، زمانی که ما بالای اوایل و اواسط فروردین، زمانی که حدوداً بالای 2700 2900 3000 3000 خورده ای ما مبتلا داشتیم و حدود روزانه 130 140 150 نفر فوت شدگان این بیماری و بعد این آمد پایین، رسیدیم ما به حدوداً 13 اردیبهشت. طبیعتاً ایران یکی از کشورهایی بود که اوایل مبتلا شده بود، بعد از این محدودیت‌ها بایستی این لاکداون رو باز می‌کرد، به تدریج همین کار رو کرد و همین جوری که همه کشورهای دیگه دارن به تدریج لاکداون رو باز می‌کنن. بله. اما در این دوره لاکداون ما یاد گرفتیم که چه کار کنیم، فاصله های فیزیکیمون رو رعایت کنیم یا نکنیم. متاسفانه با عدم رعایت فاصله های فیزیکی ما داریم میرسیم به فاز دوم و یا پیک دوم در کشور. بله. و میبینید که از چند روز گذشته ما بالای 3000 تا مبتلا داریم، گرچه ما ریت تلفاتمون به اون شدت قبل نیست. خب. این دلیلش هم همون فاصله گذاری است، دلیلش هم این استش که بخش درمان ما ترین شده، بخش درمان ما بهتر میدونه چه کار بکنه برای الان این قضیه. این که آقای روحانی گفته که در صورت اوجگیری محدودیت ها برمیگرده، انتقادی که به آقای روحانی وارد هست این است که زودتر از موعد اصلا این محدودیت ها برداشته شده و حالا به این سمت میره. این من فکر نمی کنم اینطور باشه. تمام کشورها بعد از یک دوره معینی تعدادشون وقتی میاد پایین، تعداد تلفات، اون لاکداون رو به تدریج باز میکنن. ما زمانی لاکداون رو باز کردیم که از تعداد 3000 ابتلا در روز به 800 رسیده بودیم. این طبیعی است. در کشورهای مثل بلژیک، مثل هلند همچین مدلی استفاده شده و مهم این هستش که مردم امتحان خودشون رو در دوران گذار خوب پس بدن، فاصله های فیزیکیشون رو به خوبی رعایت کنن. متاسفانه در ایران علارغم این که سفارش شده و تاکید شده، ما میبینیم که مردم خودشون رعایت نمی کنن. پیک دوم معمولا در همه اپیدمی ها امتحان بزرگیست برای این که مردم خودشون به این نتیجه برسن که چه کار کنن چه کار نکنن. ما در مورد آنفولانزای اسپانیایی همین قضیه رو داشتیم. بعد 1918 بعد از اینکه مردم لاکداون رو باز کردن، مردم تصور کردن که همه چیز تمام شده. مردم مسافرت کردن به مناطقی که قبلا سفید بوده، مناطقی که قبلا تعداد ابتلاشون کم بوده. متاسفانه همین سفرها، همین جابجایی ویروس‌ها باعث شد که پیک دوم و سوم در اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی بیشترین تلفات رو حتی بیشتر از پیک اول بده و ما از این روزها متاسفانه بیم و هراس داریم. گفتگویی بود با محمود رضا پورکری، متخصص ویروس شناسی، درباره نگرانی از موج دوم کرونا در ایران. در آمریکا تظاهراتی که بعد از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به دست پلیس به راه افتاد همچنان ادامه داشته. معترضان خواهان عدالت و پایان دادن به نژادپرستی در میان افسران پلیس هستند. مقام‌های شهر مینیاپولیس حالا افسری را که با گذاشتن پای خود به روی گردن جورج فلوید باعث مرگ او شد به قتل شبه عمد متهم کردند. سه افسر دیگر هم به همدستی در این قتل متهم شدند. در واشنگتن جیمز ماتیس، وزیر دفاع پیشین دونالد ترامپ که از حزب جمهوری خواه است، در انتقادی شدید از آقای ترامپ گفته او حتی پنهان نمی کند که خواهان تفرقه اندازی در میان آمریکایی هاست. کسرا ناجی گزارش می دهد. دیشب رودررویی تظاهر کنندگان با نیروهای ارتش که برای کنترل اوضاع در خیابانهای اطراف کاخ سفید مستقر شده. تظاهر کنندگانی که می گویند ارتش را در خیابانها نمی خواهند. تظاهر کنندگانی که با نادیده گرفتن مقررات منع رفت آمد اینجا جمع شدند. اینجا آنها میگویند بدون عدالت آرامشی در کار نخواهد. این زن میگوید ترسوها برای مقابله با مردم ارتش را به خیابان ها آوردند.
تصمیم جنجالی رئیس جمهوری آمریکا برای آوردن ارتش به خیابان‌ها مخالفان زیادی حتی در حزب جمهوری خاطر. جنرال جیمز ماتیس که تا 2 سال پیش وزیر دفاع پیشین او بود، در انتقادی شدید از رئیس جمهوری آمریکا اقدام او را نقض قانون اساسی و حقوق شهروندان توصیف کرد. او به مجله آتلانتیک گفت است دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری است که او در زندگیش دیده که سعی نمی کند مردم را متحد کند و حتی وانمود هم نمی کند که سعی در متحد کردن مردم دارد. به جایش سعی دارد در میان مردم اختلاف ایجاد کند. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته است که وجه مشترک او و رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما این است که هر دو جیمز ماتیس را اخراج کردیم. او در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی نیوز مکس که خبرنگارش سخنگوی سابق اوست از فرستادن گارد ملی به خیابان‌ها دفاع کرد. او گفت اگر لازم باشد این نیروها به شهرهای مختلف اعزام خواهند شد اگر نیروهای پلیس محلی نتوانند اوضاع را کنترل کنند. مقام‌های مینیاپولیس حالا افسری را که پایش را بر گلوی جورج فلوید قرار داده بود به قتل شبه عمد متهم کردند، اتهامی بالاتر از قتل غیر عمد، و 3 افسر دیگر را که با او بودند متهم به همکاری و همدستی در این قتل، همه در بازداشت هستند. I want you to know that you matter. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم استقبال کرده است و از تظاهر کنندگان تشکر. او گفته است این باید فرصتی باشد برای ایجاد تغییر. And we should all be thankful for folks who are willing in a peaceful, disciplined way to be out there. قتل جورج فلوید آمریکا را تکان داده، به خصوص نسل جوان را. حالا احساس می‌کند صرف مخالفت با نژادپرستی کافی نیست، باید با آن مبارزه کرد و این وضع را تغییر داد. کسرا نجی، بی بی سی. هادی نیلی خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید در واشنگتن با ماست. هادی، گفته میشه که امروز تجمع دوباره در مقابل کاخ سفید قرار هست که شکل بگیره و از همین ساعات اولیه روز هم به نظر میاد که عده اونها در حال افزایش هست. همینطوره، عده همینجور که پشت سر من میبینی عده اینجا هستن و در نقاط دیگری و در نهایت احتمالاً یکی از نقاطی که جمع بشن همینجا جلوی کاخ سفید باشه. اتفاقی که دیروز هم افتاد و دیروز نکته قابل توجه برای خیلی از خبرنگاران این بود که اونجور که مشاهده می کردیم در طول روز تجمع ها مسالمت‌آمیز باقی موند و چندان اثری هم از رخدادهایی که شبهای قبل، فضای پر التهابی که شبهای قبل در حدود ساعت نیمه شب و بعد از تاریکی هوا و خیلی کم شدن تعداد معترضان در خیابان دیده می شد، چندان تصاویر اونچنانی دیده نشد. اثری از اون حمله هایی که روز 2-3 شب پیش مشاهده بودیم چندان دیده نشد و بیشتر جمعیت قابل توجهی که برآورد میشه بزرگترین جمعیت معترضان بود، جمعیتی که دیروز جمع شده بود، ضمن اینکه چون ساعت من تردد هم به ساعت 11 شب برگردونده شده بود، یعنی 4 ساعت دیرتر از اونی که 2 شب اول ساعت 7 شب بود، عده قابل توجهی جمع شده بودند و با سرود و آواز و با شعار از جلوی کاخ سفید تا جلوی کنگره تا جلوی کلیسایی که اینجا معروف هست به حمایت تاریخی از اقلیت سیاه‌پوست اینطور برگزار کردند. همونطور که در گزارش کسرا هم دیدیم، در حالی که رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما از مردم تشکر میکنه، تقدیر میکنه به خاطر این تجمعات مسالمت‌آمیز، رئیس جمهوری فعلی تهدید به خشونت میکنه اگر که این اعتراض‌ها به این شکل ادامه پیدا کنه. چقدر امکان این هست که با معترضان برخورد بشه با توجه به اینکه تو میگی از این خشونت این اعتراض‌ها به نظر میاد که کاسته شده؟ همینطوره، هم در واشنگتن و هم در ایالت‌های دیگه به نظر می‌رسه این خشونت‌ها کمتر شده. اون تهدیدی که دونالد ترامپ کرد برای اینکه اگر ایالت‌ها نتونند خودشون نظم رو برقرار کنند، او ارتش رو خواهد فرستاد، با توجه به اینکه وزیر دفاعش حداقل دیروز گفت، تصریح کرد که این رو زمان مناسب برای این کار نمی‌بینه، حرفی که البته در کاخ سفید چندان ازش استقبال نشد، این موضع‌گیری رو
منفی تلقی کرده کاخ سفید، به خصوص که این صحبت‌ها رو از رو می‌خوند وزیر دفاع، و حتی وقتی از سخنگوی کاخ سفید پرسیدن که آیا رئیس جمهور قصد داره وزیر دفاع رو برکنار کنه بابت این صحبت‌ها، سخنگوی کاخ سفید در این حد حمایتش رو نشون داد، از حمایت کاخ سفید رو نشون داد که گفت او فعلا وزیر دفاعه. این از این بابت مشخص نیست که واقعا در عمل دونالد ترامپ بخواد اقدام این چنینی بکنه، اما این روشنه که داره همین الان اون چه که داره دیده میشه در صحنه ملی، اون اعتراض ها و بعد موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا ظاهرا بر وضعیت او در نزد افکار عمومی هم تاثیر گذاشته. در چند ایالت کلیدی مثل تگزاس، ویسکانسین و اوهایو به نظر میرسه رقیب دموکرات او جو بایدن که نامزد بلا منازع حزب دموکرات خواهد بود وضعش بهتر شده، چیزی که تاثیرش رو بر کنگره هم خواهد گذاشت. نامزدهای دموکرات برای انتخابات کنگره که همزمان با انتخاب ریاست جمهوری هم وضع بهتری پیدا کردن، این چیزی هست که احتمالاً بیشتر مایه نگرانی جمهوری خواهانی بشه که منتقد رویکرد و موضع‌گیری های دونالد ترامپ هستن. متشکرم از تو هادی نیلی در واشنگتن از مقابل کاخ سفید با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران آمار روزانه وزارت بهداشت از مبتلایان به کرونا به حدود 3600 نفر رسیده که بیشترین از زمان آغاز شیوع این ویروس است. در آمریکا انتقادها از عملکرد رئیس جمهوری در برخورد با اعتراضها بالا گرفته. وزیر دفاع پیشین میگوید دونالد ترامپ در پی تفرقه افکنی است. در ادامه برنامه، خلاقیت یک نوجوان افغان در کمک به دیگر دانش آموزان در روزهای کرونا. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از کاهش قابل توجه درآمد سرانه و افزایش شدید خط فقر در سال‌های اخیر گزارش داده. بنابر این گزارش، درآمد سرانه مردم ایران حالا 1/3 رقم 8 سال پیش است. همچنین گفته شده خط فقر خانواده‌های 4 نفره در تهران طی 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده. احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای علوی، به چه عللی میشه اشاره کرد برای اینکه در این 8 سال وضع معیشت در مردم در این تا این حد کاهش پیدا کرده؟ خب در همون گزارشی که شما ازش اسم بردید اونجا اشاره میشه به دلیل اصلی این وضعیت. بخشش مربوط است به کاهش سرمایه گذاری در ایران که باعث رکود شده و در نتیجه درآمد خانوار اومده پایین. از طرف دیگه به هر حال کسری بودجه دولت به شدت بالا بوده، به همین دلیل هم است که دولت مجبور شده به استقراض از بانک مرکزی و همین دامن زده به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. ترکیب این دو متغیر یعنی کاهش درآمدهای خانوار و همزمان افزایش قیمت ها باعث شده که قدرت خرید خانوار تقریبا به 1/3 اون کاهش پیدا کرده در این مدت، و به همین دلیل هم وقتی مقایسه میشه درآمد واقعی خانوار، یعنی اون قدرت خریدی که به هر حال به نرخ ثابت تعریف میشه، مقایسه میشه با حداقل درآمد برای تأمین زندگی، اونجاست که به هر حال نشون داده میشه که خانوار فقیر بیشتر شده در ایران و خط فقر بالا رفته. برنامه هایی که دولت تا حالا اجرا کرده به نظر میاد که اگر برنامه های موفقی واقعا بودند که هنوز این باعث نمیشد که خانواده های بیشتری به این خط درآمد خط فقر بپیوندند. خب البته دولت زمانی میتوانست اقدامات مؤثری انجام بده که کسر بودجه نداشت و میتونه سرمایه گذاری عمرانی رو بیشتر بکنه و در نتیجه اشتغال و رشد اقتصادی رو بالا ببره. دولت موفق نشد به این کار به دلایل عدیده. یکی اینکه خب تحریم ها باعث شد درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکنه و دولت منابع چندانی نداشت. از طرف دیگه ما میدونیم نزدیک 60-70% فرار مالیاتی از سوی نهادهایی که به هر حال دارای معافیت هستن، نهادهای رهبری یا بخشی به هر حال بخشی کدر اقتصاد ایران وجود داره و این هم درآمدهای دولت رو به هر حال موجب شد که درآمد کافی نداشته باشه و در نتیجه با این کسری انبوه دولت امکانی نداشت. همزمان نهادهایی هستند که خارج از اراده دولت هستند، اونها البته منابع دارند، امکانات دارند، ولی اونها مایل به سرمایه گذاری نیستند. خب طبیعی است که با کاهش سرمایه گذاری اولا فرصت های شغلی کاهش پیدا می
میکنه، رکود افزایش پیدا میکنه و وضعیت به اینجا میرسه. حالا دولت اقداماتی رو کرده، مثل من فرضاً بسته های حمایتی که به اصطلاح عرضه میشه یا یارانه ها، ولی اینها بیشتر جنبه مسکن داره و نمیتونه مشکل اساسی خانوار رو حل کنه. متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم با ما. در هنگ کنگ پلیس عده‌ای از کسانی رو که در 31مین سالگرد اعتراض‌های میدان تیانانمن چین تجمع کرده بودند بازداشت کرد. این تصاویر زنده هست از هنگ کنگ همین حالا که با وجود اینکه مردم منع شده بودند از اینکه برای این موضوع برای تجمعات به خیابان بیان، باز هم هزاران نفر برای گرامی داشت 31 سال پیش، اتفاق 31 سال پیش در چین این روزی به خیابان آمدن. 31 سال پیش تانک های ارتش چین در میدان تیانانمن در پکن به سمت معترضان شلیک کردند که به گفته بعضی از منابع هزاران نفر کشته شدند. دولت چین این آمار رو قبول نداره و یاد بود این واقعه در هنگ کنگ با تصویب لایحه‌ای برای افزایش کنترل چین بر این منطقه خودمختار همزمان شده و همونطور که گفتم با وجود اینکه مردم منع شدن از اینکه به خیابان بیان، امشب هزاران نفر برای یاد بود این واقعه با روشن کردن شمع همبستگی خودشون رو نشون میدن. همچنین مجلس هنگ کنگ قانونی تصویب کرده که در اون توهین به سرود ملی چین هم جرم محسوب شه. در حالی که فقط یک روز تا مهلت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به ایران باقی مانده، افشا شدن جزئیات قرارداد مارک ولموتس سرمربی سابق تیم فوتبال ایران و حکم جریمه 8 میلیون یورویی که باید به این مربی پرداخت بشه جنجال جدیدی به پا کرده. بخشی از برنامه ورزشگاه رو که دیشب از شبکه 5 تلویزیون ایران پخش شد با هم ببینیم. من این کلمات رو باید با گریه به شما بگم ها؟ من دارم از جانب مردم خودمم، از طرف بچه فدراسیونم دارم میگم، نه که من خودم رو جدا نمیکنم از اون. تو بحث کل قضیه اینه که ما کشورمون تحقیر شد، مردم تحقیر شدن برای اینکه یه پولی رو داریم که حقش نیست. ما با همین پول میتونستیم زیر ساخت درست کنیم. یه سه تا زمین شمن نداریم تیم ملیمون توش تمرین کنه. چرا 9 تا نداریم؟ چرا 15 تا نداریم؟ 17 تا تیم ملی ما داریم. خب این پولا میره، حداقل یک معذرت خواهی خیلی مردونه و جانانه بیایم بشینیم جلوی مردم بگیم آقا ما دیگه در ورزش فعالیت نمی کنیم. پوریا ژافره همکارم اینجا در استودیو با ما صدا در مورد بیشتر صحبت کنیم. پوریا، اگه فدراسیون فوتبال بخواد این مبلغ رو پرداخت کنه که واقعا با مشکلات جدی قراره که روبرو بشه، این 8 میلیون یورو بعد از کجا تهیه بشه؟ به نظر میاد که اصلا چاره ای ندارن و خیلی هم ناراحت کننده است. یعنی همین خبر قبلی که داشتی مصاحبه میکردی در مورد خط فقر تو ایران، الان کسایی که بشنون این مبلغ و اون هم واسه کسی که جمعا نمیدونم اصلا چند روز در ایران بوده برای 4 تا مسابقه که 2 تاش رو هم باخته، الان یه همچین چیز وحشتناکی باید پرداخت بشه. و از طرف دیگه مثل اینکه خبرها رو دنبال که میکنید، همین اشخاصی که تولید کننده های برنامه ورزشگاه بودن که یه تیکش رو الان با هم دیگه دیدیم، اینها مثل اینکه تحت فشار قرار گرفتن. حالا دقیقا از طرف چه کسی مشخص نیست، ولی خب داره یک سعی شدیدی میشه که یک سری مسائل رو از دور نگه دارن از مردم، ولی خب بالاخره بعد از مدت ها قرارداد مربی تیم ملی یک کشور یه چیزیه که همه مردم باید بدونن. بعد از مدت ها اومده جزئیات این قرارداد افشا شده و واقعا فدراسیون رو توی یک بحران جدی قرار میده. با در همین حال بعد تا فردا جواب فیفا رو هم بدن و اشکالاتی که به اساسنامه وارد شده، چرا انقدر طول کشید که تا به اینجا برسه کار؟ دلیل اصلیش اینه که یک جنگی داره اتفاق میفته که هر دو طرف اونجا کوتاه نمیان و هر دو طرف هم مسئله دارن. یعنی بجز قرارداد ویلموتس، این قرارداد ویلموتس یک مسئله است. ما همین چند وقت پیش در مورد پولهای ایران تو جام جهانی 2018 اومدن ریزش رو منتشر کردن و بعضیش هستش که
مشخص نیست اصلا این اعداد چی شده. پس داریم راجع به یک فدراسیونی صحبت میکنیم که با پرونده های مختلف غیر شفاف روبروه، از طرف دیگه وزارت ورزش هم حضورش توی انتخابات فدراسیون و اعمال نظر کردن میشه دخالت سیاست در ورزش. پس دو تا مشکل اساسی اینجا وجود داره، یکی وزارت ورزشه، یکی خود فدراسیون فوتبالی که الان 10 ساله داره کار میکنه و افرادی که توش بودن همه این پرونده هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم و به وجود آوردن. از طرف دیگه یک دلیلی که این اساسنامه اصلاحاتش درست انجام نمیشه اینه که شما حتی اگه که مسئله مدیریتی و سیاست در ورزش رو حل بکنید، چیز دیگه که فیفا بسیار سرش حساسه، به خصوص تو این دور زمونه فعلی که مسئله تبعیض بین آدم‌ها داره هی مطرح میشه، حضور زنان در استادیوم‌های فوتباله. اونجوری که داریم میشنویم اینه که فدراسیون فوتبال گفته که سمت‌های مدیریتی بیشتری به زنان می‌خواد بده توی فدراسیون، ولی فیفا میگه که ما این رو نمی‌خوایم، ما می‌خوایم که زنان در ایران اجازه داشته باشن هر موقع که دلشون خواست وارد استادیوم بشن تا فوتبال نگاه کنن. متشکرم از تو پوریا ژافره اینجا در استادیوم. با شیوع کرونا در افغانستان، یک نوجوان در ولایت خست با وسایل ابتدایی به آموزش همنسلانش از راه دور کمک میکند. شبیر احمد یک کانال یوتیوب ساخته تا دانش آموزان از ویدیوهای آموزشی استفاده کنند. این در حالی است که به گفته وزارت معارف 9 میلیون دانش آموز از رفتن به مدرسه باز ماندند. برنامه آموزش آنلاین وزارت معارف هم چندان موثر نبوده. روین رهنوش گزارش میدهد. پشت صحنه ضبط یک ویدیوی آموزشی با امکانات اندکی که این جوان فراهم کرده، به هدف کمک به دانش آموزانی که شیوع کرونا مکاتبشان را تعطیل کرده. اجرای این برنامه به این دانش آموز خلاق چندان هم آسان نبوده، آن هم در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان. به این فکر می کردم که چگونه بدون کمره تصویر برداری کنم. دیدم که کمره سه پایه دارد. من همین سه چوب را یک جا بستم که این برنامه را به پیش ببرم. خواستم رابطه ام با دانش آموزان و آموزش قطع نشود. شبیر احمد ویدیوها را بعد از ضبط در کانال یوتیوبش بارگذاری می کند. هرچند دسترسی همشهری هایش و دیگر دانش آموزان در افغانستان به این ویدیوها محدود است، اما او با این کار هم خودش را سرگرم کرده و هم تعداد دانش آموزان دیگر را. دو ماه می شود شبیر احمد به این کار شروع کرده. حالا روزانه 100 تا 1.5 نفر در یوتیوب دنبالش می کنند. انتظارش این است که دنبال کننده هایش بیشتر شود. در افغانستان از نزدیک به 2 ماه به این سو مکتب ها و مراکز آموزشی بسته شده. چند از وزارت معارف هم شیوه آموزش و پرورش آنلاین را آغاز کرده، کاری که چندان جان نافتاده. به دلیل عدم دسترسی دانش آموزان به برق، اینترنت و گوشی های هوشمند. با آن هم این جوان به جای نشستن باطل به قدر وس کوشیده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.